زوزه های وحشت ولی فقیه ارتجاع از لایحه مصوب کنگره و نامه اکثریت سنای آمریکا برای تشدید تحریم ها و پیام قاطع به رژیم آخوندی. ارگان خامنه ای: میان روهای مورد نظر آمریکا باید برانداز باشند. رسانه ها و مقامات حکومتی در واکنش به تحریم های جدید کنگره آمریکا که همزمان با آغاز کار آخوند روحانی با اکثریت آرا علیه این رژیم به تصویب رسید، سوز و گداز سر دادند و گفتند حتی با وجود اینکه هنوز به امضای اوباما نرسیده ولی کار تمام شده است. کیهان، ارگان ولی فقیه ارتجاع، در سرمقاله یک شنبه 13 مرداد در این باره نوشت: طرح تشدید تحریم ها علیه ایران با هدف توقف کامل صدور نفت ایران با 400 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف در کنگره آمریکا به تصویب رسید. هرچند این طرح برای نهایی شدن نیازمند تصویب سنا و امضای باراک اوباما است، اما بر اساس تجربه از همکنون می توان آن را تصویب شده دانست. کیهان آخوندی اضافه کرد: انتظار تغییر رفتار آمریکا به دلیل دست به دست شدن قدرت در کشورمان ساده اندیشی و خیالی واهی است. شک نباید کرد که آمدن و رفتن یک دولت در ایران تصمیم آمریکا را تغییر نخواهد داد و تصویب تحریم‌های جدید در آستانه شروع به کار دولت 11 مؤید این ادعاست. ارگان خامنه‌ای در مطلب دیگری نوشت: یک روز پس از تصویب طرح تشدید تحریم ایران از سوی 400 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا، 76 نفر از سناتورهای این کشور نیز در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار افزایش فشارها و معتبر کردن گزینه نظامی علیه کشورمان شدند. بر اساس این خبر، نامه روز جمعه سناتورهای آمریکایی به اوباما نیز به منزله حمایت سنا از لایحه اخیر مجلس نمایندگان است. انتظار می رود لایحه جدید تحریم های ضد ایرانی سنا در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی به رأی گذاشته شود. کیهان آخوندی همچنین زیر عنوان میان روهای مورد نظر آمریکا باید برانداز باشند نوشت: فاکس نیوز، یک شبکه خبری آمریکایی، به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده نباید رئیس جمهور جدید ایران را یک میان رو تصور کند و به جای آن باید از نیروهای برانداز در ایران حمایت کند. نویسندگان گزارش همچنین به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا توصیه کردند که از نیروهای برانداز در ایران حمایت کند. تلویزیون رژیم آخوندی: لایحه‌ای که کنگره دارد این است که می‌خواهد مجوز بدهد به دولت آمریکا که اقداماتی را در چارچوب استرایک، یعنی حمله در چارچوب جنگ تمام عیار، را به انجام برساند. میبینیم که امروز 400 نفر از 435 نفر عضو مجلس نمایندگان امریکا به این لایحه رأی مثبت میدن، اصلا دیگه فضایی رو ایجاد نمی کنن که خواسته باشه باراک اوباما توشیح بکنه. اگر در حدود 315 تا رأی مثبت داشته باشه دیگه احتیاجی به توشیح نداره، یعنی دو سوم دیگه کاملا مسئله رو پایان میده، در حالی که این فراتر از دو سوم، یعنی یک اکثریت قاطع رو داره. مجلس سنای امریکا هم درست وضعیتش همانند وضعیت مجلس نمایندگانه. امروز اتفاقا کنگره امریکا بازی رو داغ‌تر میکنه. کنگره امریکا یه لایحه‌ای داره که این لایحه رو میخواد در آینده تصویب کنه، یعنی دستور کار کمیسیون هاست، و لایحه‌ای که کنگره داره اینه که میخواد مجوز بده به دولت امریکا که اگر در ارتباط با ایران به نتایجی دست پیدا نکرد، میتونه، آزادی عمل داره که اقداماتی رو در چارچوب استرایک، یعنی حمله تاکتیکی، در چارچوب اقدامات مرحله‌ای و در چارچوب جنگ تمام عیار به انجام برسونه. این مسئله نشون میده که کنگره امریکا در وضعیت موجود تندتر از دولت امریکا حرکت میکنه.